خداوند پیامبرش مؤمنان، پدران پاک نهاد، مادران پاک دامن، همه گردن فرازان با غیرت و سرفرازان چنین نخواستند که بر ما ذلت روا رود، روا نمی دارند سرفرود آوردن ما را در برابر فرومایگان و ترجیح می دهند کشته شدن سرفرازانه و افتخارآمیز، و چنین از سنت ما. آگاه باشید که آنچه گفتنی بود گفتم و اتمام حجت نمودم. من با همین خانواده‌ام، با کمی تعدادمان، همراه با یاورانم و مجاهدانم که سرکوبی آنها حتمی است، در برابر شما که دشمنانی هستید بیشمار می ایستم و به پیش می روم. سپس عمر ابن سعد را که سرکرده سپاه بود آواز داد: سفله می ترسید که پیش بیاید. پیشوای ما بانک زد: آیا قصد کشتن مرا و ما را داری؟ اگر چنین است بدان که این یزید حرامزاده، فرزند حرامزاده، تو را والی ری و گرگان نخواهد کرد. به خدا سوگند هرگز به ولایت و حکومتی که میخواهی نخواهی رسید، هرگز به عهدی که تو که با تو و با هر کس دیگر بسته است وفا نخواهد کرد. اکنون هر کار که میخواهی بکن، اما تو پس از ما نه در دنیا و نه در آخرت روی شادمانی نخواهی دید. و میبینم که سرت بالای نیزه در کوفه آویزان خواهد شد و بچه های کوچه ها بر این سر زباله ها پرتاب خواهند نمود. ابن سعد برآشفت و خشمگین روی خود را برگرداند و به مزدوران گفت: هان، منتظر چه هستید؟ همه با هم حمله کنید و او را بکشید. نخستین شهید هر بود. بر پای پیشوای من آویخت که اول کس که مانع تو شد من بودم، الا که اولین شهید راه و قدمگاهت باید که من باشم. لحظاتی بعد قهرمان آزاد و آزاد شده 40 از مزدوران را بر خاک افکند. هور و زهیر حمله می کردند، یکی در دل دشمن فرو می رفت و دیگری پشتیبان او بود و از او حفاظت می نمود. سرانجام پیاده نظام دشمن حمله کرد تا هر به شهادت رسید. حسین جسد را بر دوش کشید، او را در برابر امام گذاشتند. هنوز رمقی باقی و خونی جاری داشت. امام با دستهایش خاکهای چهره پهلوان را می زدود و از او تمجید می نمود و گفت: هر، حقا که تو آزاده بودی.
سپس ابن سعد پیش داخت، تیری در چله کمان گذاشت و به جانب اردوگاه حسین انداخت و گفت پیش یزید امیرالمؤمنین شهادت بدهید که اول کس که تیر انداخت من بودم. آنگاه تیرها از هر سو باریدن گرفت. بارانی از تیر که پیوسته ادامه داشت. بسیاری از اصحاب بر تن تیری داشتند و پیشوای من می گفت که خدا بر شما رحمت کناد، برخیزید، به سوی شهادتی که از آن گریزی نیست بشتابید. تیرها پیام آوران همین بشارتند. آنگاه دشمن از هر سو هجوم آورد. و بسیاری جنگ های تن به تن و نبرد های دست جمعی رخ داد. و آنگاه که گرد و خاک فرو خوابید، بیش از 50 تن از اردوی امام حسین بر خاک افتاده بودند. اکنون صحنه نهایی نزدیک است، نزدیک و نزدیکتر می شود. حبیب با یکی دیگر از مجاهدان به جلو پریدند و راهی میدان شدند. امام فرمود هنوز بنشینید. پهلوان بالا بلند دیگری بلند شد، بلند قامت و چهارشانه، عبدالله ابن عمیر. به او فرمان داد که برو. وقتی که وارد میدان شد از او میترسیدند و میپرسیدند تو کیستی؟ نسب خود را گفت، باز نشناختند. هم آوردی نداشت. آنگاه صدها تن از مزدوران در آن واحد به او حمله کردند، اما او از کشته پشته ها می ساخت. در این هنگام مزدوری از پشت به جانب او خیز برداشت. دوستانش فریاد کشیدند اما عبدالله متوجه نشد. مزدوری که به او نزدیک شده بود شمشیر بر دست او کوبید. عبدالله دست چپ را پیش برد و تمامی انگشتان او لحظه بعد به هوا پرید. عبدالله با دستی دیگر بر آن مزدور حمله کرد و با شمشیر بر فرقش کوبید و میگویند که بسیاری دیگر را به خاک انداخت. در جنگی شدید تا اینکه مزدوران با تیرباران و با حمله‌ای به صورت جمعی خونش را بر زمین ریختند. عبدالله تنها قهرمان و پهلوان صحنه نبود که این چنین می جنگید و می خروشید. آنان که در رکاب پیشوای من بودند همگی چنین بودند. وقتی که امام حسین از فرزندان برادرش و فرزندان خودش نظر آنها را درباره مرگ پرسید، جملگی می گفتند اکنون برای من در رکاب تو
مرگ از اصل شیرین تر است و به جد می گفتند. اگر مجروحی در این میانه با دست یا پای قطع شده باقی میماند، سپه سالار من عباس با خیزی بلند و خروشی پرتنین به آن سو میرفت و پیکر مجروح یا جسد بی جان او را از میان دشخیمان به این سو می آورد و در برابر خیمگاه امام اجساد شهدا را به صف کرده بودند. مجاهدانی که در رکابش باقی مانده بودند سپس به صورت دو یا سه نفره اذن جهاد خواستند و دیگر بار شعله جنگ و چکاچک شمشیرها بالا گرفت. تا آنگاه که آخرین مجاهدان رکابش در خون غلتیدند. السلام علیکم یا سار الله، مرگ بر خمینی. در این سو جز فرزندان علی و فرزندان جعفر و عقیل و حسن و حسین دیگر کسی نماند. لختی یک دیگر را نگریسته و شمارش کردند. 17 نفر باقی مانده بود. علی اکبر حسین به پا خواست. آن که از نسلش و راهش علی اکبرها جوشیدند و شمرهای زمانه را مجازات کردند. بالا بلند با سیمای تابناک، با اخلاقی به غایت خوش، رشید و گردن فراز، پدرش امام حسین بارها گفته بود که هرگاه که دلم هوای پیامبر را می کند به این پسر می نگرم. در حالی که علی اکبر پیش می تاخت، امام حسین دو انگشت به آسمان برداشت و گفت خدایا گواه باش. بار خدایا کشندگان او را از همه برکت‌های زمین و زمان بی بهره کن. بار خدایا آنها را متفرق و شق شق کن و همه روش‌ها و حیله‌های جنگیشان را در هم بشکن. بار خدایا راضی نباش که تا ابد از آنان کسی حاکم شود. آنان بودند که ما را دعوت کردند که یاریمان کنند، اما به ما خنجر زدند. لحظاتی بعد بانگ رسای علی اکبر حسین فضا را پر کرد. این منم علی، فرزند حسین ابن علی. این منم، نماینده ای از خاندان رسول. این منم،
حامل این سوگند که هیهات من نزله. این منم که میگویم حرامزاده فرزند حرامزاده نباید بر ما و مردم ما حاکمیت داشته باشد. این منم که شمشیر میزنم. شمشیر من شمشیر جوانان هاشمی و علوی است. جنگید و جنگید تا زخم ها برداشت. زره آهنین بر او سنگینی می کرد. در میانه جنگ مجروح و خونفشان لحظاتی به جانب پدر آمد. امام از او پرسید چگونی؟ گفت پدرم آتش مرا می کشد و سنگینی این آهن از پا درم می آورد. آیا آبی هست که بنوشم؟ امام حسین به او گفت پناه بر خدا، برخیز پسر، آب از کجا؟ راهش این است که بیشتر و زودتر نبرد کنی و شمشیر بزنی تا زودتر به دیدار جدت بشتابی. او تو را و فقط او تو را با جامی که گواراترین نوشیدنی است سیراب خواهد کرد. برخیز و برو. از آن پس دیگر تا جاودان آتش نخواهی دید. قهرمان به میان صفوف دشمن شیرجه زد. مجروح و خونفشان سفله گفت اکنون میتوانم او را بکشم. اما در رویارویی ترسید و به عقب برگشت. سفله دیگری با نیزه حمله ور شد و تیرها باریدن گرفت و علی اکبر از اسب فرود افتاد. چون به خاک افتاد فریادش همه جا را پرنه بود که ای بابا بر تو سلام و درود. آخرین کلامش این بود جدم را که می گفتی دیدم، به تو سلام می کند. السلام علیک یا سار الله، مرگ بر خمینی. دشمنان جسد علی را دست به دست چرخاندند و با شمشیرها قطع قطع کردند. امام حسین گفت خدا قومی را که این چنین به حرم و حریم پیامبر جسارت می کند هرگز نبخشاید و پس از شما مرگ بر این دنیا. زینب علیها سلام طاقت نیاورد و از خیمگاه بیرون زد. قزبان و اشکفشان برای جگرگوشش. امام حسین او را به صبر فراخواند و به بازگشت به خیمگاه. قطعات جسد علی را آنها که مانده بودند گردآوری نموده و در جلو خیمگاه گذاشتند.
سپس نوبت به عبدالله ابن مسلم ابن عقیل رسید. و پس از او یارانی دیگر و یارانی دیگر. مجاهدی فریاد زد: هرگز خاری و ذلت هیچ یک از ما را نخواهید دید، ولو که از ما یک تن بماند. نیزه ها بر قلب او فرو کردند و آنگاه سر از تنش جدا نمودند. سپس نوبت به محمد ابن مسلم رسید که او هم چنین شد. وانگاه محمد ابن ابی سعید ابن عقیل و سپس جعفر ابن عقیل که به تنهایی 15 سوار و 2 پیاده دشمن را به خاک انداخت. وانگاه عبدالرحمن ابن عقیل که 17 تن را به خاک انداخت. یاران یکی پس از دیگری به سوی سرنوشتی تابناک و درخشان می شتافتند. وانگاه قاسم ابن حسن فرزند امام حسن مجتبی اجازه دادن به او برای رفتن به میدان نبرد برای امام حسین گران بود. نوجوان بود، او را در آغوش گرفته و می گریست و اجازه نمی داد. اما قاسم بر دست و پای عمویش بوسه ها زد و انقدر اصرار کرد تا به نبرد شتافت. چه کسی گمان میکرد که نوجوانی با جثه قاسم 35 تن را به خاک بیندازد؟ حمید ابن مسلم میگوید نوجوانی برای نبرد با ما برخاست، صورتش چونان ماه، در دستش شمشیری، با پیراهنی و شلواری و در پایش یک جفت کفش. فراموش نمی کنم که بند کفش پای چپش پاره شده بود. مزدوری به نام عمرو بن سعد به من گفت تمامی گناهان عرب برگردنم اگر آنچنان که این جوان نبرد می کند و به سمت من می آید که عمویش حسین را به عزایش ننشانم. به او گفتم سبحان الله، با این کارت چه می خواهی؟ هرچند که من در اردوی شما هستم، اما به خدا اگر این جوان به من شمشیر هم بزند دستم را به سویش دراز نمی کنم. با او کاری نداشته باش، همان افرادی که برای کشتنش او را احاطه کرده اند کافی است. گفت نه، من باید در کشتن او سهیم باشم. رفت حمله کرد و برنگشت تا ضربه‌ای با شمشیر بر سر قاسم زد. نوجوان با صورت بر زمین افتاد و عمویش را فریاد کرد. عمویش چون عقاب سر رسید و مانند شیر غضبناک حمله کرد. ضربه شمشیری حواله آن مزدور نمود و او را به خاک انداخت و دست او را از مرفق قطع کرد. آنچنان فریاد کشید که تمام اردوگاه شنیدند. آنگاه
لشکر کوفه برای نجات او حمله کرد. اما در این هنگام دشخیم در زیر سم اسب از میان رفته بود. وقتی گرد و خاک فرو نشست، حسین بالای سر نوجوان بود و پاهایش را دید و می گفت نیست و نابود باد قومی که بر تو این چنین کردند. و به خدا برای عمویت سنگین است که صدایش کنی ولی پاسخت ندهد، یا پاسخی بدهد اما تو را فایده‌ای نداشته باشد. چه کنم که اکنون کمک کننده‌ای برای من باقی نیست. قاسم را برداشت و به سینه فشرد. گویا دو پای نوجوان را می‌بینم که روی زمین خط می‌کشند با خون. سپس شنیدم که حسین می‌گوید بار خدایا تعدادشان را محدود کن، آنها را متفرق و پراکنده ساز. بار خدایا حتی از یکی از اینان هم در نگذر. از یکی پرسیدم این نوجوان که بود، گفت او قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب است. آنگاه پیشوای من فریاد زد به فرزندانش و مجاهدانش که مقاومت کنید، اهل بیت هم مقاومت کنید، به خدا که امروز روز مقاومت است. السلام علیک یا سار الله، مرگ بر خمینی. مورخین نوشتند هرگز و هیچگاه کسی دیده نشد که این چنین با مصیبتی پس از مصیبت دیگر اما شکوفاتر، پر اشتیاقتر، پر شوقتر و استوارتر. السلام علیک یا سار الله، مرگ بر خمینی.